گر دوشی مانند پری سر و گر دوشی مانند پری یک اگ یاری در اومد شادانه شی میایشی شی مویای تیت پرق سلام دارم خدمت تمام افغانای عزیز و خوب و نازنین امیدوار هستم هر جای دنیا هستید عزیزان دل خوب و خوش در پناه خداوند یگانه زندگی کنین عزیزان هموطنای گلم سلام دیگری دارم خدمت تمامی فارسی زبانای عزیز هم زبانای خوب و نازنین هم امیدوار هستم که خوب و خوش باشید عزیزان دل با ما باشید با یک داستان دیگری از مادر مادر عزیز ما یعنی خواهر عزیز ما هم گفته میشه هم مادر عزیز ما دختر افغان که فعلا در کشور ایران در کشور همسایه و دوست ما زندگی میکنند امروز داستانش دارم و می خواهیم با شما شریک بسازم عزیزان دل <تصفح> پیش از اینکه داستان رو شروع کنم تشکری میکنم از یکایک یک شما نازنینا عزیزان خوب افغانای عزیز و فارسی زبانای عزیز و خواهرای بسیار نازنین و دوست داشتنی ما در یوتیوب عزیزان دل خواهرها و برادران خوبم تشکری میکنم از کلتان و گفته مردم فارس زبان ایران ما درود بر شما عزیزان که دنبال میکنین و فالو میکنین داستانها را میبینین و میشنوین و نظریات خودتان را نوشته میکنین نظریات شما هم چنین که بر من خیلی عزیزان نظریات شما بسیار برای من مهم است و همچنین برای صاحب داستان و همچنان برای کسایی که داستانها شبیه است با داستانهای دیگری از خواهرای ما که در اروپا و در امریکا در ایران در افغانستان پاکستان زندگی میکنن عزیزان دل تشکر میکنم از یکایک یک یک شما خوب عزیزان <applause> خواهر زبای ما یا بگوی مادر عزیز ما که می خودش میگه ما دو بار کربلا رفتیم از کشور ایران که فعلا در شهر قوم ایران زندگی میکنن و همراه اولاد و نواسه و عروسشان البته در یک خانه هستن و دخترهایشان عروسی کرده بچه هایشان کلشان فعلا اینا با یک بچهشان که در یک خانه زندگی میکنن و در یوتیوب هم خیلی کم دسترسی دارن و گفته خودشان میگه یوتیوب ما در ایران ما یوتیوب هیچ نداریم ما با فیلترشکن که بر ما روشن میکنن ما های شما رو میبینم چون بچه های میخواید که ما داستان شما رو ببینم و بر ما روشن میکنن بسیار سخت است که ما بتانیم با دنیای خارج ما بتانیم کانکت شویم اینترنت ایران بسیار خراب است گفته که حتی در واستاب هم نمیشه واتساب نمیشه با افغانستان با جای دیگه با امریکا یا با اروپا گپ بزنیم دو تا خواهرای ما گفته در امریکا در اروپا هست و یک خواهر ما هم در افغانستان چون من مجبوری راستم که با اونا گپ بزنم کلانشان هستم بسیار سخت است که همیشه اینترنت ما قط وصل میشه ما اینترنت نداریم فیلترشکن شکن ما نمیفهم فیلتر چی هست میگه ما همیشه با فیلترشکن شکن گپ میزنیم و امروز خواستم داستان های سرگذشت خودم برتان بفرستم و این همه که داستان های دیگار رو گوش میکنم گفتم بان یک مام داستان خود برتان روان کنم که عزیزان دل داستانش از قرار است که زندگی گذشتهش را تعریف کرده و شوهرشان یک آجی بوده که خود اینا مکه رفته از ایران و کربلا بسیار رفتن و بسیار زیارت هایی که در دا داخل ایران است گشتن که داستان بر ما فرستادم میگه خانمی هستم که حدود شست و سه شست و چهار ساله که از ولایت زبای غزنی هستم و در غزنی آروستی کردیم با بچه خاله ما بسیار زندگی خوب و نرمال را داشتیم از افغانستان آمدیم با یک اولاد آمدیم ایران چندین سال هست یعنی سال هست که در ایران زندگی میکنیم البته که اینا 63 ساله است حتما من میگم مطمئن هستم که اینا یک چل سال میشه که در ایران هست که از قراری گفته خودش که ایران آمدن میگه در افغانستان زندگی ما نرمال بود و در ایران هم که آمدیم آجی خدا به شده ولی تا آجی بود خیلی آدم خوبی بود خیلی زندگی خوب و خوب و نرمال را بر ما آماده کرده بود و ما زندگی میکردیم نگفته نمانه که شوهر از اینا آجی هم کلان قوم خودش بوده هم ملا بوده هم ملا هم روحانی که یا طلبه که در قوم اینا زندگی میکنن اینا ماش دولت هم میگرفت زندگی میکرد میگه هرچند که ملا بود خیلی قیدگیر نبود در خانه سختگیر نبود یعنی ما را آزار و اذیت نمیکرد من امروز داستان ما برتان فرستادیم که شما همیشه میگین ما دو شما ملا هستم ما بان با برتان بگویم که ملا ها هم بد و خوب داره شوهر من بسیار آدم خوب بود هیچ وقتی کسی را در جادو جنبل تشویق نمیکرد همیشه میگفت حرام است و گناه داره آدم بسیار با خدا بود نمازخان بود روزگیر بود و بسیار آدم مومین بود که <تصفح> حاجی را سرطان کشت و ما بعد از حاجی دوبار بار بچه های کربلا روان کرد و البته با بچه هایم رفتم کربلا رفتم آمدم و اگر خدا بخواید دوباره در راه هستیم که بخیر خیر بریم کربلا را یک بار دیگه هم تا زنده هستم ببینم خواستم برتان امروز داستان خودم برتان بفرستم بر از که سرگذشت خود ما چه قسم بودم؟ ما که آمدیم در ایران زندگی بسیار اول یک زندگی بسیار سختی را داشتیم که شوهر ما شروع کرد و در درس خواندن هم درس ملایی را البته که شروع کرد درس خواندن و حقوق بگیر و کم 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 با همون می ساختیم بسیار کم بود ولی زندگی ما تیر می شد که بسته یورای ما هر کدامشان کارهای بسیار خوب داشتن یکشان کار کاری برنایی میکرد و آجور, نوما نما کار میکرد یا کش سنگکاری میکرد کارهایشان خوب بود دو سه تا یور داشتم یکشان هم کار چنج پولا میکرد پول پولی پول افغانی را در ایرانی تبدیل میکرد خب کارهای اونا خوب بود روزگاری اونا بسیار خوب بودن <تصفح> ولی روزگاری ما همچین مثل اونا نبود اونا پیس کارگری را میگرفت و ما پیس یک مقداری که از اوزه بر ما میداد بسیار پیس کم و ناچیز بود خواستم که خواهر عزیز ما که مادر عزیز ما میشه مرا در لفظ بسیار زبان خوب که دخترم گفته خواستم دخترم امروز داستان ما برتان روان کنم و برتان بگویم ما هیچ وقتی یعنی پولدار بودن حس نکردیم که ما پولدار هستیم همیشه زنی ورای ما تلا داشت من نداشتم زنی ورای ما در خانش قالین بود از ما یک مکید کنه بود تا بالاخره کم 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 اولادا کلان شد و ماشی حاجی کم کم بالا می رفت که حاجی یک کم خوبتر شد و بالاخره اولادای ما شروع کردن در کار کردن هر کاری کرد اولادا را پدرش نماند که پدرش هر کاری کرد اینا را در حوزه ببره اولادا زیر بارش نمی رفت می گفت ما حوزه نمیریم ما کار میکنیم که بچه های ما کار کردن و بچه کلان ما شروع کرد که و مو که پول علیش میکنه بچه ما سعی کرد 16 سالگی بچه کلان ما کتی کاکایش کار میکرد پول علیش میکرد خدا را شکر همیشه کاکایش میگفت دیست ای بسیار برکت داره ای بچه که هر روزی که ای بچه دست پول میزنه پولش دوباره میشه بچه خورد م هم شروع کرد در کارهایی که بچه کاکای کا کا دیگهش کار میکرد آجور و دیگه خلاصا بچه های من سه تا بچه دارم که بچه های مرد کدامشان سه بچه دارن اینا سه تا دختر دارن که شش اولاد که <coughs> هر کدام اینا برای خودشان کاریگر شدن و همون تو خدا رو شکر پول می آورد و آه، که دما و پدرش میداد و کمک میکرد ما سعی کردیم یک اولی خورده بخریم که در دا داخل همو و کرا همونجا زندگی کنیم ما یک اولی را خریدیم و زندگی خوبی داشتیم نرمال و نه پولدار بودیم نه و ق... بعد روز بچه های ما کار میکرد و ما زندگی میکردیم خب من رفتم در بچه کلان یکی از دخترهای فامیل گرفتم برای دختر بچه کلان هم که همون که پول علیش میکرد بسیار یک قلینی پیسه کلانی را از ما گرفتن و دخترشان پاک خوره یا پاک خوره دا ما دادن که برشان جز میز نکرد و کل چیز ما خود ما کردیم دختر آوردیم در خانه دختر از فامیل خود ما بود که ما و شوهرم در همدیگه فامیلی نسبت فامیلی داریم و ای آروس ما در ما فامیل میشد دختر آوردیم در خانه ما در اولی توی کردیم و اولیگک خورد است و زیر زمین داشت و خیال ما رو چنج کردیم بچه های کلان شد و او اولی رو سودا کردیم یک اولی کلان تر کردیم خب خواستم زندگی ما برتان هیتو تعریف کنم وقتی که آروس آوردیم ما و او خانه کل زندگی ما چنج شد آروس طوری که ما زندگی کردیم زندگی نمیکرد آروس میگفت من کت پدر مادر نمیشنم یک سال آروز کت ما ششت. یعنی روزگار ما رو مارسی ها کرد جنگ و جدل و دوا که ما هیچ دوا نداشتیم در خانه ما مجبور شدیم بچه را جدا کنیم که بچه از ما جدا شد و رفت یه خانه را کرا کرد و که اگر نمی رفت یعنی زندگیش خطر بود ممکن بود زن طلاق بگیرم این رفت کات زن جدا شد و خلاصه باز هم اینا با هم دیگه نساختن و آروس مکت بچه, ای بچه ای ما جنگ کرد و از بچه ما شکایت کرد و بچه ما زندان کرد و چون بچه ای را زده بود سه سال آروس هم در خانه پدرش ماند که ما کل گرفتاری اوزو بودیم هر کاری کردیم میره ما نتانستیم بیاریم بالاخره ای موفق شد طلاق بگیره و ای بچه ما باز بچه ما ای قدر شکست خورد و بعد از ای که ای طلاق گرفت بچه خانه نشین شد سر کار نمیرفت و سیکریت میکشید و حاجی بسیار اصابش خراب بود خب خلاصه دگب نمیشد و که مایی را ما رفتم یک دختر دیگر از قومی ما بعد از دو سال بر بچه ما بر بچه کلانی بچه دو بچه خورده ایش میگفت ما زن نمی فعلا نمی سر سامان بده رفتیم از مشهد یک دختر دیگر را برازی او رو از بسیار یک دختر خوب بود برزی شنی خوری کردیم و ای رو هم پول دادیم یک آلمه پول برزی دادیم و ای دختر را گرفتیم آوردیم توی کردیم آوردیم دمو خانه اون خانه که آوردیم دختر اینا خبر داشتن که زن اول از ازی طلاق گرفته و از روزای اول ما بچه میگفتم بسیار خود کنترل کو که تو زن اول طلاق گرفته ای زنم میفهمم میفهمه ایران است و که نشود دوباره خانه تو خراب شود خب خلاصه ما بسیار بایی خوبی که و دیگه کم تندی میکردیم سعی میکردیم بایی بسیار روی خوب کنیم کم کم تا یک سال ما با هم بودیم که این دختر عامله شد و خب خلاصه یک بچه گاورد یک سال از یک سال زیادتر با ما ماند که دو روبروی من که من دیگه همراه شما نمیشینم خانه خور دسته برای من خانه میگیرین بگیرین نمیگیرین من میرم مشهد که مجبور است بچه تان از پشت مشهد بیایم که من ایره با حاجی در میان ماندم حاجیشان بدن حاجی شده خب اینا حاجی گفت رفتن دیگه خب شد دوست دارم با آجی در میان ماندم گفتم آجی آروس دو آروس او که آورده دوباره ای هم سر ناشمی رو گرفته که بیا من جدا کن چی کنیم؟ آجی گفت بیا امیر در پرده آباد در خانه امیر جدا میکنیم که اگه ای دوباره طلاق بگیره ای بسیار دربدری است هر چی که جمع میکنیم فقط دی بچه زن میکنیم دی بچه گفتیم بچه از آسمان ها میکند که من نمیکنم میره جدا همینجی میشینم بالاخره ما کاری کردیم برزی خانه گرفتیم و ای را جدا کردیم خب خدا را شکر جدا که کردیم ای بچه کار میکرد و خوبتر شد دوباره وقتی زن گرفتیم برزی یک بچه که کرد و زندگیش را برا شد دوباره همو کارش شروع کرد و کار میکرد و یک مقدار پیسرم هم میاورد دما خرشی میداد یک مقدار دیگه شد خودش گرای خانه و دیگه میکرد که زنش جلوزی استاد شد که دیگه اگر فامل تا دیگه طلاق میگیرم همی گفش همی بود که مثل او زنت من طلاق میگیرم خب دو تا بچه دیگه اون کلان شده بود دخترای مام دیگه دخترا را یکی یکی برش خواستگار می و خب خلاصه دخترا دختر کلان آنها هم کردم و دختری بچهشان کلان بود، باز از پشت و دختر بوده البته باز دختر بود. بچه دختر که نامزاد کردم و بچه را نامزاد کردم باز دختر را نامزاد کردم یعنی پول از دختر گرفتم در بچه دادم این ما از جب خود توی موی بشاره کردیم دیگه قلین او را از او می کردیم مقصد یک کاری می کردیم که اینا سر در سر شو. خب خلاصه بچه ما برش توی کردیم بچه دو ما آروسش آوردیم در خانه در خانه خورد و یک چند ماه ایمان دیوم جدا شد از مفت. ما گفت ما در اینجا نمیشنیم خانه خورد استم. خب بیام که جدا شد و ناچمی کرد و جنگ و دوا کرد و دیگه کرد خب خلاصه کنم برتان ایوم جدا شد از ما ایوم جدا شد دختر عروسی کرد و دختر دیگر بر ما برش خواستگار آمد و دختر دیگر ما شیرنی خوری کردیم و یک مقدار از او پیسه میسه گرفتیم و که پای بچه خورده بند کنیم پایش بند کنیم یعنی <laughs> نامزادش بکنیم خب پای بند کردن این در رسم مردم ما مردم میگه پای فلانی رو بند خواستیم بچه خورده پایش بند کنیم بچه خورد گفت من زن نمیگیرم تا خانه کلان نخریدی هر بیادر بیادره که میاریم خانه خورد است اینا به خاطر ازو میره بسیار سخت کار میکرد و یک مقدار بیادر دومش کمک میکرد و دیگه هم از زنش پنهانی یک مقدار کمک میکرد خل خلاصه ما یک زمین خریدیم که زیر تهدابی و خانه جور بود و خلاصه و یکم کلان بود و شهر قایم قوم اینا زندگی میکنه عزیزان که ما اونجا خانه جور کردیم و خلاصه ما کوچه اونجا رفتیم و یک ذره کلانتر خب بچه فامید گفته بعد از یک دو سال گفت بر من بگیرین زن هر کسا میگیرین من خب از زن زده شده ایم از بس کمی زنهای بیادر خوب نشیدم زندگی نکرده کتی ما ما دیگه بخی دلم سیاه شده خب ما خلاصه بر عزیز زن گرفتیم آجی میگفت ما تا چشم باز است برای زن بگیرم که بعد از او که ما مردم خدای نکرده کدام چیز اینا به پدر نمانه وقتی برای زن گرفتیم عرصه بچه ما دخترای ما دو تا دختر ما مارسی کردم اینا یک جای شد گفت ما پدر و مادر ما کاروان میکنیم پسی میتیم و میره میره برش کارایش جور میکنیم ما کاروان میکنیم خلاصا از زیربار بار نرفتم گفتم من نمیرم ما قرضدار هستیم یک مقدار قرضدار شده بودیم گفتم فقط پدرتان روان کنین که پدرتان بسیار برتان زامت کشیدم ما سعی کردیم که حاجی روان کنیم مکه خب ما حاجی رو مکه روان کردیم و بسیار خرج کرد بچه ها مکه رفت و یکی از مکه برگشت و بچه خورده تویشه کردیم و یک دختر مانده بود دخانه ای دخترم شیرنی خوری کردیم خب سارا جان بچه خورده آرسی شکردم آرسی آن رو آرس ساوردیم در خانه خب آجی همو ملای ادامه داشت و همو درس همی هم خاند و بعض مای رمضان و محرم که میشد بر تبلیغ میرفت و یک مقدار پیس همه سر رفته از همو گاه شمال میرفت و گاهی نمی جنوب جنوب که نگفت من گفتم همونجا میرفت و ماش گرفتم میامد و خوب بود روزگار ما که ای آروسی خورده که آوردم آروس خورد روز در سر ما آورد روز در سر ما آورد که او دو تا آروسی که پیش از که توی کرده بودیم خدا پدر اونا را بیا که که خورد مرا بسیار آزار این ای خورد پایش لوچ کرد و گپ میشد از دیسی ما شکایت میکرد خسرم مره تو کرد خوشیم مره تو کرد و شویم تو کرد. که ما مجبور شدیم برزی بچه را گفتیم برو ایرا برزی خانه بگیر بیرون برو بچه گفت من بیرونم ببرم برزی خانه بگیرم ما دهی شوی خوب نمیشم ای 24 ساعت پای ازی دادگاه و پاسگاه هستم ای دختر ای قدر پلیس بازی بلد بود قدر یاد داشت تا کمی گپ میشد در پلیس زنگ میزد که اینا میزنه اینا دخالت میکنه خب خلاصا ما واجی زاری زاری بچه را بردیم برزی خانه جدا برای از کرا کردیم و همو جز و جهاز و هرچی داشتی قیدگم در سرش ماندیم ای را جدا کردیم ای را جدا کردیم اینا صاحب یک تفلک شد بعد زنش دوباره حامله شدی دوتا بین خود هیچ جور نبودن زنش اگر خوب بود ای بچه کتی خوب رویه نمی کرد که آبروی مرا بردم و مرا سر کینه ای شده بعد از اینکه طفل دو تا دو مینا در دنیا آمد و زن از ای رفت خانه پدرش که من از طلاق میگیرم ای هیچ حسی نسبت به من ندارم از این طلاق میگیرم و خب خلاصه ما تا یکی دو سال ایره طلاق ندادیم و بچه من میگفت طلاق نمیتون ای بسیار پیسه من در سرز خرد شده بسیار مصرف کردیم. من طلاق نمیتون خب خلاصه ای مجبور کرد ما را که ما ایره طلاق بتیم ایره طلاق دادیم و بچه خورد پس پیش ما آمد و اولادای از ایمان پشمه. اولادای از پیش ما ماند و دخترم بسیار زندگی خرابی تیر می کردم یعنی مردم افغانستان در هر جای دنیا باشه خواستم برتان بگویم این مردم چنج نمیشن ما بیخی محفیل ها ریلا کرده بودم اگر چی محفیل غم بود چی شادی بود هر جایی که می رفتم هر کس مره که می, می گفت که چرا آروس تو کم میای جنگ و جنجال کرده طلاق می گیرن. بیخی همی گپ شده بود تانه روی من ایران می بودم که چی می دختر خورد من نامزاد شد و بعد از چند وقت نامزدیش به هم خورد و خانه خسوری ازی بسیار تانه و تانه کرده بود که زن بیادرای بیادرهای تو یکش یک زن طلاق داده و یک دیگهش شیجن نشیشته شما مشکل دارین ما مشکل نداشتیم درونی خانه ما هیچ مشکل نبود من نمیفهمم که مشکل از کجا بود مشکل از آروسای ما بود یا مشکل از بچه های ما یا مشکل از این بود که ما زیاد دوست داشتم که آروسای ما با ما باشه ولی اونها با ما زندگی نمیکرد بچه های ما بچه های بدی نیستن که بچهای باشن که ظلم باشن یا دیگه باشن فقط بچه, بچه های ما بسیار ما احترام میکنه برای امون ما فکر میکنم که عروس ما تحمل نمیدانند بسیار بچه های الان یال دوتاش جدا شده که خب بعد از که ما طلاق او را طلاق دادیم بچه ما بسیار سرخورده شد یعنی بسیار اعصابش خراب بود بیرون میرفت میامدی دو تا اولاد میدهید ما گفتم بچه ما اولادا را برش بیتی اولادا خورده است گفت نمیتون بخاطر که اوشوی میکنه من نمیخوایم که اولادایم در پیش کسی باشه اولادایم خودم کلان میکنم و او هم شله نشد که من اولادا را میگیرم اولادا را ما گرفتیم اولادا یک دختر بود یک بچه که یاله هر کدام اینا نام خدا کلان کلان اولادا شدن اوشیار درس خان و تحصیل کرده که ما بعد از که تقریبا یک سال از طلاق او تیر شد بچه ما بسیار در سرش خورده بود گفتم بچه خب اگر زن بوموره بسیار دوست داشته باشه هم مرد گفتم سرشکسته میشه طلاق بگیرم بیا برای تو یک زن دیگه میگیریم بچه گفت نه مادر جان من زن نمیگیرم گفتم نمیشه بچه باید زن بگیری اگه تو زن نگیری من اولادای تو را جمع نمیتانم باها نکردم که ای زن بگیره گفت خب مادر جان یک کرا تو پیدا کو که بیشناسی که کت تو بیشینم من دیگه جدا نمیشم گفتم بچه من زمانت نمیتونم که من یک دختر را بگیرم و ما بشینم خب جدا شد که جدا شد چرا جدا نمیشه من جدا نمیشم مادر شما تو پدر من, من نگهبان شما دو تا هستم با دو تا که جدا شده بان جدا شد خب ما بچه ام رفتم برای دختر برای بچه من یک دختر دیگر رو پیدا کردم یعنی در یک دهاتی بود رفتیم که یک از همی افغان ما میشیشت که او در سر کشاورزی میششتن. یعنی کسایی بودن که شهر ندیده بود بسیار دور از شهر بودن و دخترای بسیار عاجز بود و که برای ما معرفی کرد که برین ببینین سه تا دختر داره بسیار دخترای آرام و بسیار دخترای بوساز و دخترایی که گذران میکنن رفتیم مرا تا دیدم دخترها را اینی در اندازه او دو تا عروس من مقبول نبود و سه تایی که رفتن اینا بسیار مقبول و خوب دیده بودن که من رفته بودم دانه دانه جدا کرده بودم <تصفح> وقتی رفتی میره دیدیم در بچه هم گفتم بچه موقع مقبول نیستن همه تو چهره های صفیتک صفیتک دارن تو چهره های بسیار با نمکن ولی او چیزایی که زن دیگه مقبول بود یا زنای برادرت که اونا او که جدا شدن یا اونا که مثل اونا نیست قدش هم پخش و دخترای بسیار آرام هستن بچه هم گفت ما یک کسی باشه که با ما بسازن ما رنگ چی کنم رنگ او را که او زیبا باشه یا او مقبول باشه یا او کتا تو یک روز نسازه یا کتا من نسازم او را چی کنم یک کره بگیر که خب خلاصه هم و دختر کلانی اونا بسیار یک دختر آجیز و خوب بود من بر بچه خواستگاری کردم و برای ما داد و ما شیرین کردیم و یک پنج شیش ماه کمی شیرین خورده بود دیگه ما خواستیم توی کنیم بیاریم که من در خانه بخاطر که ما اولادام بود و من بودم و بچه ما بسیار ناراحت بود گفتم توی کنم که بچه مصروف شوه و او دیگر را فراموش کنم توی کدم می دختر خوب بسیار دختر خوب و آرام بود آورده میره هر کسی امی قومای ما هر کسی که میامد پیش روی ازی میگفت که خدا کنه که می آروز کت شما بشینه خدا کنه که می آروز پدر مادردار باشه کت شما بشینه خوب دختر کت ما یک سال دو ساله بسیار خوب بود کم 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 کم, کم ای زبان باز کرد و کم کم اشیار شد یعنی خق و یعنی اخگ و مردم ما امی افغانای ما اگر در یک دیگ چه خبر میکرد میرفتیم ما گفت خوب را گرفتن خوب خدا کنه که می با شما بشینه اما تو اما تو اما یک دفعه دختر احساس شد که من دیگه کت شما زندگی نمی کنم من زندگی شخصی می خوایم. من می خانه شخصی داشته باشم یعنی که من با شما بشینم دختری که هیچ گپ بلد نبود شهر ندیده بود بازار ندیده بود یهو شد نمیخوام نمیخوام با شما زندگی کنم نمیخوام که شما اولی باشم نمیخوام که اگر برای من خانه جدا میگیری بگیر نمیگیریم من طلاق میگیرم خویی اون که شروع کرد دیگه من باور به خدا کنین فشار خونم بالا بالاست از بس که اینا مرا آزار داده آروسا به اندازه من هرچی ویدیوهای شما رو میبینم میگین خوشوها اینی قد ظلم کرده اینی قد ستم کرده سری آرسایش من براتان بگویم دخترم تو جای اولادم میشی باور به خدا که من هیچ وقت ظلم نکردیم با آرسایی من نمیفهم چرا اینا با من این قسم رفتار کرد من دخترهای میاد میتم که خوشو جای مادر است سعی کن با خوشوهایتان بد رویه نکنین دخترهای منال دختر خورد ما ماروسی کردن <coughs> که خانه شوهرش هستن کلشان با فامیل شوی یک جای میشینن با خوشو و خسور و یور و ده خانه هستن ولی یام از ما جدا شد یوم جدا شد جنگ دارن بین خودشان جدل دارن خب بچه کلان اینا که جدا شدن بچه کلان پس مجبور شد بیای کتما یک جای بشینه به که خانه خالی بود زیرخانه ما دشت و دنیا زیرخانه بسیار کلان است و اینا کرا میداد و بچه گفته گفته آروس کلا نداره آورد که بیا بوریم امی جای دیگه نمیتیم امی را اونجا در خانه پدر مفت میشینیم ما بر تو تلا میخرم بسیار برش تلا خرید و عدا کرد و کس کار در کارتون نداره فقط اونجا در زیر زمین باشیم که ما کرا ما راضی نبودم که اونا در زمین ما گفتم شما هم بالا دو اتاق بالا را بگیرین ما که پدرتون در زمین میشینم که بچه ما قبول نکرد ما در بالا سه تا اتاق داریم گفت نه ما در اون زیر زمین میشینیم که همه چیز داره که زن ما از شما جدا باشه که ای دوباره نگویه که ما خانه مستقل میخواهیم. خب خلاصه امروز خواستم دخترم داستان ما برتان بفرستم ما در بالا زندگی میکنم و دو تا اولادا کلان کردیم ما وقتی که زن جدا شد اولادا رو ما برش ندادم گفتم این اولادا قطع ما عادت کرده بچه خورد جدا شد اولادایم خوب خوب اولادا هستم یا از من خبر میگیرم ولی آروسای از من راضی نیستن هیچ وقتی آروس هم یک دفعه های من مرا خاله گفته یا زن کاکا گفته یا اما گفته صدا نکرده همیشه سعی میکنه که آروسا از من بدگویی بکنه پیش هر کس و هر جای بشینه بد و بیرا بگویم اولادای من را دو کربلا روان کرده و دوباره تصمیم داره که مرا کربلا روان کنه از اولادایم بسیار راضی هستم از زاروسایم هم ناراضی نیستم چون خوب دختر مردم هست چه چی بگویم چه کنم دیگه امروز خواستم داستان ما برتان بفرستم داستان ما را گوش کنین و دخترای افغان <تصفح> کسایی که مثل آرسای ما هستن بگوین امی خوشو هم جای مادر است اگه آدم با خوشو بد رویه کنه آیا با مادرش بد رویه کرده اینی از آبوجدان نمیگیره من هیچ وقت در یک قدر ریزت نکردن من بسیار اینا را دوست دارم بسیار خوبی میکنم به خاطر که اولادای مرا دوست دارن عروسای با ما بسیار لج هستن و در ملک ایران هم کس کس زده نمیتونه این میال عروس ها که بگو جای بس اولا بخی خیز دویش کرده میره طرف پلیس ایران که دخالت میکنه و ما را میزنه و نمیفهمم جدا میشون و طلاق بسیار زیاد شده در بین افغان ها بسیار مردم طلاق میگیرن امروز خواستم داستان رو برتان روان کنم ما بسیار زندگی خوبی را با آجی تیر کردم ها آجی سرطان گرفت و از سرطان فوت کرد و مرد آجی حدود تقریبا چهار سال میشه که آجی مرده خدا بیامرز بسیار آدمی خوب بود خدا بیامرز بسیار آدمی با خدا بود بسیار اولادا رو خوب تربیه کرد ولی اولادای ما هیچ کدامش یک چیز ناگفته نمونه برتان بگویم نه در روزه و قپای بند هستن و نه در نماز بچه کلانم بسیار مولودای بسیار من قدر میکنه ولی بچه کلانم اگه یوان دفعه ما پرسان میکنم صبح خویش نماز نمیخونه من خو میفهمم نمیخونه به خاطری که دیر زن از خواب. آرسای من نمیگم که میخونه نه نمیخونه به خاطری که, میفهم که من میفهمم که داستان مرا اگه اینا بشنونن ما در ایران بچه سعی میکنه که مرا هیچ روز بدون اینترنت نمانه بخاطر که همیشه ما کت خارج در گب هستم خان خورایم گب میزنم خان ازی کتازو کتازی. و عروسای منم من می که میخوانه نمیخوانه در قصه هم نیستم درد من از این جسته که پدر خوب داشتن بسیار خوب اینا رو تربیه کرد و چرا اینا به نماز آمدن و چرا اینا روزخور آمدن روزه نمیگیرن نماز نمیخوانن ولی مهربانند ما بر ما خرچی میته بر ما روزی مادر میشه بر ما هدیه میخره اگه کدام محفلی روزی زن باشه بر ما هدیه میخره روزی تولد بر ما میگیرن و خانه ما که میاین به چیز نمیاین همیشه سعی میکنن بر ما بچه های ما یک نشانی تلا بخره بر ما یکان زنجیر میخرن لاکت میخرن چی زنشان بخواید چی نخواید اینا بر ما میکنن ولی ما از این رنج میبرم که چرا حاجی خودش که قدر خوب بود چرا اینا به نماز آمدن امروز خواستم برتان بگویم ده این نیست که پدر اگر خوب باشه بچه هم دنبال پدر میره یعنی پدر اگر نمازخان باشه بچه دنبالش نمازخان میره حاجی در دنیا کتم جنگ نکرده ولی بچه های ما بچه کلان و من طلاق گرفت و جدا شد و زن دیگه گرفت و بچه دوم هم طلاق گرفت و بچه سوم، زن گرفت و طلاق گرفت و هر کدامشان دوبار دو بار دو بار عروسی کرده خواستم برتان بگویم هیچ وقت بچه جای پدر پایش نمیمانم من هم در تربیت حاجی که بر بچه ها داده چی ما کم بوده آیا امو پیسه که البته از زوزه گرفته او حرام بوده که اینا به نماز و روز خور آمده یا کدام مشکل دیگه خب خواستم این روز دارم یک کمی با شما گب زده باشم دخترم هم می که شما داستان ما را نشر کنین و زنای افغان ببینه که ببینین همه خوشوها بد نیستن من خوشوی خوب هستم خب خواهر عزیزی ما بگویم یا مادر گرامی ما شاید شما بسیار زنی خوب هستین ولی در دا این دور و زمانه فرق میکنه من خبر نداشتم که در ایران هم تو طلاق و طلاق بازی رسم شدن خب البته مردم روشن فکر شدن مردم میخواین زندگی مستقل داشته باشن دخترا ای را شما زیاد جدی نگیرین خب جدا شدن برای خودشان زندگی جدا میکنن خب بانش که امینا زندگی جدا داشته باشد در دا زندگی کسی مداخله نکنین و گفتین که حاجی بسیار آدم خوب بود اینا به نماز آمده خب <applause> اینجا مرا خنده گرفت اونمو پولی که حاجی میگرفت از حوزه او پول مردم خود ایران بوده شاید به اجازه امو اون پول در دا شما داده و شما خوردین شاید بچه ها به نماز آمده نمیفهم درباره نماز روزه موقع زیاد چیز نمیکنم که چرا حاجی خودش نمازخوان بوده و بچه به نماز آمده خوب عزیزان دل خواهرای ما برادران عزیز ما داستانی مادر ما بسیار دا تعریف کرده بود یعنی واقعا سرگذشت خیلی از مادرها هست سرگذشت مادر ما مادر شما خیلی آرسا هست که احترام نمی کنه خوشوره خیلی از دخترها هستند که زندگی مستقل می خواین. ایران هم کمتر از اروپا و امریکا نیست اگر قانونی همی یک کمی درباره یعنی تحریما نباشه بسیار کشوری آزاد و کشوری بسیار غنی و کشوری بسیار پولدار است خب عزیزان دل خواهر ما یا مادر ما که بگویم سرگذشتش بسیار شیرین تعریف کرده بود داستانش بسیار دردراز بود ولی من داستانا کوتاه کردم و ما نصیحت ما که به عنوان یک خواهر کوچکش که نمیگم دخترش خواهر کوچکش برش نصیحت بکنم و هیچ کاری اینا نگیرین که نماز میخوانه نمیخوانه او ادمای به نماز قلب پاکتر داره با خدا بچه های اگه نماز بخوانه شاید من میگم از سایت کده بدتر باشه اما نماز نخوانه امو بهتر است در قصهش نباشین و ها عروسا عزیزان دل ما نباید از آروس گله کنیم دختر مردم هستم که خانهش جمع کنه در زندگی خودش برسته و نمو بر ما کل گب هستم و خوشحال هستم که دو بار چکر عراق رفتین و خوشحال هستم که بسیار از شوهرت راضی بودی و زندگی بسیار خوبی داشتی اینمی خودش بر تو بهشت هسته که تو در زندگیت لط نخورده از دیسی هم حاجی که گفتی یا کدام شکنجه نشدی درست هسته بعضی ها نادار هستن بسیار زندگی نرمال متوسط دارن ولی بعضی داره ها را میبینی بسیار پیسه دارن ولی خوشی در خانه ندارن همین شما خوش بودن اولادهای بسیار خوب تربیه کردین اولادهای بسیار خوب کلان کردین دقیقه قصه روز نمازش نشوین اونها در قبر شما خواه میکنه شما هم در قبر اونا خدا بر بچه هایتان برکت بته خدا و خداوند اونا را نگاه کنه که قدر شما را دوست داره و شما را کربلا روان کرده و بازم کربلا روان میکنه همیشه میگین ما را مشهد روان میکنه شمال میبره ما را امی که احترام شما را میکنه در قصه دختر مردم نشوین دختر مردم دختر مردم است بازم اگر از پدرداری خودش باشه که برای شما یک کمک بکنه و بیای مادر جان بگویه بسیار خوب است که آروس دام بشینه و صدا کنه مادر جان برات یک چای بیارم یا مادر جان برات یک اه، اه، چی میخوای امروز برات پخته کنم یک زنی کلانسین یعنی یک زنی که جای مادرش میشه او بسیار خوب است ولی وقتی که نکنه ما مجبور را مجبور نمیتانیم عزیزان دل هر کسی که مثل خواهر ما هست سعی کنین بسیار در پای دست و پای عروستان نپیشین یعنی منظور ما بسیار حساب نکنین روی آروستان که چرا امروز زیر پخته کرد من آورد چرا این را پوشید چرا مادرش آمد خانش اینی کارا را که کردین شما با آروس لج میشین درست است که ما انسان‌ها هیچ وقت عیب خود ما را نمی‌بینیم ما مشکلات خود ما را نمی‌بینیم ما انسان‌ها همیشه سعی میکنیم از خود ما تعریف کنیم که ما خوب هستیم من خود من یکی آدمی که هستم که همیشه میگم من هیچ مشکل ندارم ما با هیچ کسی بدی و بد رویه نه به اولادم نه با فامیلم تنها کسی را که من حالش را گرفتیم شوهرم بودم تنها کسی را که من انتقام ازش گرفتم امو بوده شوهر قبلی من گذشته یعنی من تا حالی را هر کسی هر حد چیزی که در حق من کردم من گفته میره میمانم در خداوند ولی او را در خداوند نماندم او را حقش در کف دستش دادم چرا یک را من او را تحمل کردم یک یعنی بیس سال را من با او دیگه هر جانورگری کرد و هر کارهای خرابی کرد و به خاطر اولادایم گفتم بانش که اولادای ما یکم کلان شوه به خاطر همو را تحمل کردم اگر نه قابل تحمل نیست همچین آدمای های عزیزانی دل یعنی ما منظورم می بود که برتان بگویم ما تمام انسان ها بدی داریم در خود ما یک چیزی هست یک چیز خرابی در مغز ما هیچ کدام ما فرشته یا ملائکه نیستیم که خداوند ما را جور کرده باشه و بدون گناه که گفته باشه تو هیچ گناهی نداریم ما به گناه نیستیم کل ما گناه داریم ولی همه که سعی کنیم اخلاق خوش با خاله با عمه با خوشو اگر تا در توان ما بود وقتی که شوهر با ما خوب است شوهر با ما مهربان است چی میشه که برای مادرش یک مقدار پیسه کمک کنه که ما که و لج شویم که چرا تو در مادرت میکنی خب مادرم مادری او هم مادر مادرم تو اگر تو حساب کنی یعنی خوشوی عزیزان دل خوشوی خوب مثل مادر هستن چون مادر کلانی بچهت میشه مادر کلانی دخترت میشه و در زندگی از تو دلسوز هسته یک وقت یک جای میری اولادای تا پیش میمانی به خدای نمی خوشو اگه خوب باشه هنوز مادر که هسته قد اولادی دختر دلسوز نیست همیشه طرف بچهش هسته ولی آروز اولادای آروس خوشو بسیار خوب نگاه میکنه به خاطر که بسیار دوست داره امی من تنها خودی من باشم اولادی بچه ای را ما میشه سعی میکنیم اطلاعی در مغز ما هسته چیزی بعدی است یا خوب است ما افغانهای رسم ما است. سعی میکنیم همیشه نواسه بچه ای را ما زیادتر دوست داشته باشیم تا نواسه دختری البته کار اشتباهی ولی ما در افغانها می عادت ما شده مادر ما، خاله ما،, می ما هر کدامشان که من دیده بودم ولی من ندیدم خدا را شکر انوز چیزا را در پیشم نیستن که من نواسه که ما بگویم که ما من نواسه بچگی ما زیاد دوست دارم نواسه دختری ما کم دوست دارم خوب ندارم فعلا یعنی به خاطر از او عزیزان دل شاید هم یک روزی شوه ولی این سعی میکنم که این کارا را نکنم اولاد نواسه بچهی و دختری را در یک نظر ببینم ولی من دوستشان دارم میفهمم که اولاد اولاد است فرق نمی کنه. چی بچه باشه چی دختر باشه از بچه باشه چی از دختر کلشان یک رقم است ولی خیلی هایی تو نیستن خیلی ها بچه ای را دوست دارم این مادر من اولادای به خدا بیادر مره از اولادای من بسیار زیادتر دوست داشت یکان دفعه مرا میگفت بچه تو شوخ هسته بسیار باز میگفتم خوب نواسای تو کم شوخی می نه اونا شوخی نمی کنه اونا رو نمیدید کاسه و کوزه رو میشکستن ولی اونا رو تعریف میکرد از مرا که بیچاره یک ذره شوخی میکردم بچه خوردم بسیار شوخ بود باز میگفت دختر امیر بیگه بابهش رفته پشت پدر دیوانش رفته سایکو میگفت مادر جان تو چون اولاد و نواسایت دوست داری باز میگفت شکایت میکنی مرا میگفت خوب خوب عزیزان دل داستانی خواهر ما بسیار داستانی آموزنده بود امیدوار هستم که کسایی که در ایران هستین یوتیوب دارین و مثل خواهر ما فلتر شکن دارین و داستان رو میبینین و نظریات خودتان در کامنت نوشته کنین من خبر نداشتم که در ایران هم قسمی شده ولی زمانی که ما در ایران بودیم خیلی کم مردم طلاق میگرفتن طلاق در بین افغان رسم نبود <تص> یعنی اگر رسم بود واقعا اگر او وقتا طلاق همچین رسمی بود من او وقت با شوهرم نمیشیشتم من هم میفامیدم او وقت من رسمی افغانی زندگی میکردم من که از داستان خواهر ما را گرفتم که میگنه ایران قدر طلاق شده که در روزانه میگه در هر بیست دقیقه در ایران یک نفر طلاق میشه شاید هم کمتر که نصف اونا افغانا هستن. افغان ها زیادتر از ایرانی ها طلاق می گیرن. یعنی قدر مردم رو کردن دمی طلاق و جدا شدن و زیادتر زنا طلاق میگیرن و بدون شوارهشان خارج می میگه خواهر گمی ماده داستانش بسیار گبا زده ولی من کوتاه کردم خوب امیدوارم عزیزان دل کسایی که خوشو دارین یا میخواین خوشو شوین یا خوشو بودین یا عروس هستین داستان رو بشنوین و کامنت نوشته کنین در کامنت نظریات خودتان را نوشته کنیم که خواهر ما گداستان شب دید که خدا کنه اینترنت اینا باز شوه و این فلتر شکن از بین بره اینترنت ایران آزاد شوه که مردم قید نگیره مثل بعضی شوهرها هسته که موبایل های زنهایشان زن رو شا... زن شا... پود میکنن یا جمهوری اسلامی هم میکنه با مردم خداوند اینا را یا که جمهوری اسلامی ره یک امی طالب خداوند یک عقل و نیک بتایی ملاها ها را که مردم ای قدر از وار و عذیت خوب عزیزان دل شامتان بخیر و انشالله شب خوبی داشته باشین شب است و دیدین که تاریک است همه جای و ما با شما بودم عزیزان دل خدایا رو نگهدار شما تا برنامه آینده که بازم با شما باشم, باشم. با دوشنبه سهشنبه دیگر تا که چهارشنبه دیگر یا پنجشنبه دیگر عزیزان دل شماها را به خداوند پاک مسپارم خدا یار و نگهدارتان هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یگانه زندگی کنین شبتان خوش و شبتان نورانی خوابای خوش خوش ببینید